و باز هم در حضور شما قرار گرفتیم بله. و در آغاز برنامه هستیم و امروز میخوایم در مورد روز نابینایان صحبت بکنیم، روز بین المللی عصای سفید. و امروز میمون ما هم با ما هستن آقای محمد نبی قریشی، استاد و ترینر کمیته سویدن. امروز میمون ما هستن، سلام صبح بخیر تقدیمشان، خوش آمدید استاد. صبحتان بخیر باشه استاد گرامی، خیلی خوش آمدید. تشکر، صبح شما همچنان بخیر باشه. سلام عرض میکنم بعد تمام بیننده های محترم تلویزیون و صبح شانم بخیر میگم. خیلی ممنون آقای قریش صاحب. و در آغاز برنامه بیایم روی برنامه‌ای که دیروز البته برگزار شده بود روی صحبت بکنیم که این محفل دیروز با چه قدر شان و شوکت البته تجلیل شد. دین روز یک محفل بسیار خوب عالی داشتیم با سعی و تلاش سه نهاد تانستیم یک محفل بسیار عالی را برگزار کنیم. بسیار خوب بود. خودتان میفهمین که روز جهانی عصای سفید یک روزی است که از دادخواهی و حق خواهی نابینایان است که امروز صدای خود بلند میکنن و امروز است که در دنیا نابینایان معرفی میشن و این دنیا به رسمیت شناخته و تمام کشورهایی را تجلیل میکنن. ما هم پیروی امو قوانین بین المللی دین روز باستان استیم یک محفل داشته باشیم که محفل ما بسیار عالی بود، بسیار خوب بود. اگرچه مشکلات داشت در جلسه اداری ولایت با محفل ما یک جایی سر خورد، بعضی از مقامات دولتی خصوصا والی صاحبه نداشتیم، با آنم بسیار عالی بود، بسیار خوب بود. خیلی دادخواهی ها صورت گرفت و خیلی خیلی امی خود معلولین بینایی خیلی فعالانه سهم گرفتن، بسیار قابل لمس بود، بسیار عالی بود. بسیار خوب. خب البته در رأس این محفل کیا بودن و چقدر زحمت کشیده شد در این بخش که تا باشه یک محفل خوب را البته برگزار بکنه، تا باشه از صدایی هست نابینایان در ولایت ما باشن. در اصل محفل پیشتر گفتم که سه نهاد شده برگزار کردیم، ولی باید دولت برگزار کنه همچون محفل را، نه مؤسسات. بعد از این ما کوشش میکنیم که در بدوش دولت باشه تا که ما محفل و دادخواهی را مؤسسات انجام بده، در دیگه کشورها خود دولت ها انجام میتن. ما هم کمیته سویدن بود، آمریت شهدا و معلولین بود، ریاست انجمن ملی معلولین بود و انجمن نابینایان بود. امی چهار نهاد شده یک جایی ما محفل گرفتیم. تقریبا 200 الا 250 نفر از امی خود معلولین محترم اشتراک کننده داشتن. خیلی بسیار به خوبی گذشت، واقعیتش خیلی چیزی بود که ما از توقع ما بالا بود. خیلی تشکر. خب آقای نبی، آقای قریشی، میشه در این باره بگوین که هدف از برگزاری همچون محافل در چیست و این که برگزار شد هدف اصلی عمده از این در چی بود؟ هدف چی بود که ما بتانیم امی نابینایان را، نابیناها را و دیگر را بگوییم که اینها هم از عضو جامعه هستند، بشر هستند، دادخواهی بکنیم و دیگر به گوش عموم برسانیم که ما هم در اینجا هستیم و ما هم باعث فعال جامعه میتونیم مؤثر شویم به جامعه خود. هدفش همی بود و دیگر آگاهی دهی بود از حقوق و حق معلولین بینایی و ما کوشش میکردیم که دادخواهی کنیم که دولت قانون عصای سفید به رسمیت بشناسه و ایره بتانیم ما باعث یک قانون در جامعه و خاصتا بر معلولین بینایی تطبیق کنه. بله، خیلی ممنون نبی جان. و حالا در مورد حقوق اجتماعی افراد نابینا بگوین که در جامعه چقدر از حقوق و البته حق نابینایان هست که درش باید تضمین شود و اگر ما امروز ببینیم شاید او حق حقوق قدر برای نابینایان داده نشه. پس میشه در مورد حق حقوق نابینایان در اجتماع صحبت بکنه که داره کدام حق هست؟ اصلا خدای پاک نگفته که این بیناست، این نابیناست. همه گیش انسان است، همه گیشان برابر حق همه گی مخلوقات خداوند هست. بله، خاصتا اشرف المخلوقات، همه انسان ها. نگفته که این نابیناست،
به خاطر دیدش از این چیزا محروم شوه، گفتنی همگیشان بله از یک حقوق مساوی برخوردار هستند، همگیشان مساوی یک انسان هستند، بله یا پیش خدای پاک همگیشان یک بنده است و از خلقتش هم یک آدم است. بله ای، ولی بعض جایا نابینایان محدودیت دارن، یا که بعض وقتا جامعه یا بعض اشخاص افراد باعث عضو فعال جامعه نمیپذیرن، یا بعضی وقتا مشکلات هست، مشکلات ای که عدم آگاهی دیهیشان هستن یا سبب میشه که نابینایان از حق و حقوق اصلی خود استفاده کردن نتانن و در انزوا قرار بگیرن. ما میخواییم که همین تساوات در بین بیاریم، بگوییم که افراد سالم جامعه و افراد نابینا یا تمام معلولین یکی هسته، چون خب معلولیت یک نوع محدودیت هست، ولیکن شکل زندگیش با زندگی عادی که متفاوت است، ولیکن ما میتونیم با دست با هم داده مشکلات تمام مشکلات حل بسازیم. هیچ کس خالی از مشکلات نیست، ولی کسی که از لحاظ جسامت و از لحاظ فیزیکی سالم باشه هم شاید از لحاظ روحی یا فکری یا از دماغی سالم نباشه یا که خب انواع و اقسام و مشکلات هست. بهترش همی است که دست به دست هم بتیم و مشکلات باید حل بسازیم. بله و خب استاد گرامی، میشه در این رابطه بگوین که از سالهای قبل و از چند مدت قبل اگر صحبتهایی داشته باشیم، چقدر تغییرات را در فعالیتها در کارکرده های نابینایان شما حس میکنید؟ والا خیلی خیلی زیاد تغییرات آمده. سابق که بود ما در کوچه ها میگشتیم، اگر پولیم و برادرهای ما میبود هم کوچه های میبود خب گپی بود، ولیکن اگر تنها میگشتیم اولی کمی راهنمایی غلط میشد، چون آگاهی نداشتن دیگه، مثلا می مادرها و پدرها در اطفالشان آگاهی نمیدادن یا خود چون مکاتب هم سابق زیاد فعال نبود، همگی کمی در کوچه بودن و بیکار بودن، قل فرانی میکردن یا که به نام کور و روشندل صدا میکردن یا که خب بر نابینایان میفهمین که همین هر انسانی که عیبش برش تنه داده شوه بهتر از کوره از بین بردن بهتر از تنه داده میرد از تنه داده بله بله. چون او زنده میموره هم وقت خیلی دردآور هستن، هیچ نوع همکاری نمیشد یا میشدن بسیار کم بود، حال بسیار خوب شده، چون محسسات خب کمیتی سیودن خیلی کار کرد و بعد سایر محسسات دیگه یا خودمی رسانه ها که رسانه هایی که شما هستین هم میاله، این همین خودش یک دادخواهی است که امرای ما همکاری که داشتین. بله. بیننده هایتان میبینه، مرم میبینه، شما را میبینه، گپای ما را میشنه. بله. و خودشان حتما حس میکنه، همچه دادخواهی ها همچه پروگرام ها برنامه ها نبود سابق ها که بر مردم گفته شده که اینی هم جزی از بشر است، جزی از برادر و خواهر شماست. بله. سابق خیلی مشکلات بود، نابینایی نمیتونست از خانیش برای، اگر میبرامد پس به خانیش میامد و از روحیش از قبل بدتر میشد، و حال فضل خدا مردم خیلی همکاری میکنن، خیلی خوب است. خیلی تشکر. خود ربی جان بگوین در این مورد اگر کسایی که البته در شهر ما و البته از ناحیه چشم البته نابینا هستن، پس کدام موارد هست که بتونه مفید واقع شه بر درس و تعلیمشان؟ آیا مکتب یا فرصت‌هایی هست برایشان که بتونن اینا هم از مو تعلیمات و از مو تأثیرات برخوردار شن از حق و حقوقش و بتونن نمیتو مثل که شما فعلا هستین و میمان ما هستین و از حقوق نابینایان دفاع میکنین، همین گونه اونا هم بتونن وارد جامعه شن و کار بکنن؟ یکی کوشش فردی و خانوادگی است، دیگه ایشم اجتماع هستن و سایر مؤسسات و دولت هست. اولی که از خودمی افراد که معلول هستن یا من همی بینن یا مشنون، خواهش میکنم که دمی کنج خانه نباشن، بیاین بیرون. حالا جامعه خیلی خوب شده، شاید در اوائل خیلی مشکل شوه، شاید بگوین که ما اگه براییم دستمره کسی بگیره در خانوادیش باعث شرم
تلقی شود. ولیکن خدایی که یک چیز داده او هیچ وقت شرم نیست، افتخار است. ما اگر یک بندش داده باشه او را میتونیم باید یک شرم بنگریم، ولیکن دردی که خدای پاک اگر داده او را باید شکر بکشیم و با جان دل قبول کنیم. باید بیاین بیرون، حداقل می هم سایه های خود، هم کوچه های خود شست خیس داشته باشن و در مساجد برن، در جماعت ها اشتراک کنن و دیگه بیاین در محسات که خدمات به معلولین انجام میتن، خصوصا کمیته سویدن که بیاین یا میتونن ایشان باستوان کنن. اول به تعلیمات خاص، تعلیمات افتتایی معلولین پذیرفته میشه و بعدن و تعلیمات فراگیر یا با همی شامل میتادن که حتی اگه بزرگ سن باشه ما بزرگ سالاره هم یا در لیسه های شبانه شاملش کردیم و یا در سوات حیاتی شاملش کردیم. این کسایی که بزرگ سن دستن هم میتونن مفید شوند به حیات خود و دیگران. بله دقیقا، تعلیم و البته تحصیل خورد بزرگ نداره، یعنی سن خورد کلانی نداره. بعضی ها هستن که میگه سن ما کلان هست، ما چی کنم درس خواندن. راستی هم همونطور است. ولی امی تا که شور نخورین هیچ چیز نیست، یا تحصیل میکنین یا تعلیم میکنین یا میایین که فعالیت های اجتماعی یا اقتصادی میداشته، حتی نابینایان میتونن فعالیت های اقتصادی داشته باشن که اونه ما نابینا دکاندار داریم، واقعیتش دکانداری میکنن که با وجه احسنش میتونم کار انجام داد کار انجام میتن، هم از پس مخارج خانوادهش میاین و یا نابینای سراغ داریم که فعلا یک رادیو خصوصی دارن. بلی هم کلان افتخار هست، کلان افتخار هست. بلی ها واقعا بر نابینایان موفق را من از اسکرین تلویزیون شما به همه این نابینایان عزیز تبریک میگم. و این واقعا یک همت کار داره، باید شما کوشش کنین، خانواده های عزیز کوشش کنن که معلولینشان کمی فرزندانشان که معلول بینایی دارن در کنج خانه نگاه نکنن، بیرو بکشن، حداقل میاستاست از کوچه و همسایه شروع کنن و میتونن یا مفید بر خانوادهش حتی تمام شوند. حتی بله احتمالش بله. هست که ازمی از خودشان که در فعالیت های بهتر شاید داشته باشن. بله دقیقا، و جامعهشان مؤثر تمام شد. حتما بله تمام. استاد میشه در این رابطه بگوین که رفتار مردم با نابینا چگونه باید باشه؟ از شما که حس میکنین چگونه باید رفتار داشته باشه؟ چقدر احترام با اونا قائل باشه؟ بله، رفتار واقعا رفتار مردم خیلی متفاوت تر است. کمی تغییر بتن بسیار خوب میشه. میفهمم که هیچ کسی بر نابینایان نمیخواد که رفتار غلط داشته باشن، همه گی دوست دارن همکاری کنن و کمک کنن، ولی بعض وقتا ترحم بیشتر، کمک های بیجا و یا کمک های بیجا و یا سایر عوامل است که میتونه نابینا را از بیشتر برنجانه، یا که امو حتی بعضی موارد همین حقوق انسانیش پایمال کنه. مثلا بله. نابینایی که میخواین که کنار جاده است، کنار سرک است، استاد است، باید پرسان شود که آیا من کمک نیاز داری، من کمک کنم یا نه گفته. بله. بدونی که کمک کنم گفته پرسان نکنین و دستش بگیرین یا جایش یا کالایش بگیرین بیا خارجانی طرف تیر شو. این خودش شاید هم اون نابینا کمک نیاز نداشته باشه، شاید هم دمون جایش کدام وظیفه ای را انجام داده است تا شود و یا جایش اون نموجه کسی را آدرس داده باشه و بگیره او را کش کنه، او به این ماناست که بر نابیناییش یک نوع تمسخر میپنداره نابینا. و نباید بدونی که پرسان شود کمک شبه برای بسیار خوب. خب تا امروز سلامت نبی جان از اولاد خود صحبت بکنیم که چه خدر هست حکومت یا از امون دولت که فعلا در جاوجان هست، البته چی کمک هایی را به شما انجام داده شده که شما البته توانسته باشین از سر او کمک ها کمه که رو پیشرفت شوین و بتونین کارهایی که البته نیاز داشتین نیازهایتان برآورده شده باشه. تا این لحظه البته از خود ولایت صحبت بکنیم. ولایت ما خوب است، فضل خدا، همت و امی تلاش و کوشش خود
نابینایان عزیز بود، در پالویش ما بودیم و بس سایر همکارایی که خداوند خیرشان بده و دولت بود که تا اینجا رسیدن نابیناها. ولی کاستی ها هم زیاد است. پیش از او که کمک ها شده در سرش مکس میکنیم که کمک ها واقعا شده. معارف، ریاست محترم معارف همکاری کردن به نابینایان، واقعا به پیشانی باز میپذیرند. مکاتب تمام استادای محترم همکاری میکنن. دیگه آمریت ترافیک خانهش ها با خیلی همکاری میکنن، چون ترافیک با سرک و چارایی ها سر کار دارن و نابینایان هم مشکلشان در چارایی ها هستن یا سرک ها هستن. یا خودم ولایت، مقام ولایت خیلی همکاری کردن، حتی دفتر انجمن نابینایان را سپورت میکنه، کرایه میتن، مصارف دفترشان میتن. خیلی بسیار کمک بسیار زیادی است. هر وقت که اگه از آمریت حوادث یا هر جایی که کمک های بشری بیان، اولویت بر نابینایان میتن. مقام ولایت بسیار واقعیتش خیلی خوب هست که همکاری صورت میگیره. تا هنوز کمیتی سویدن کوشش کرده که تمام نهادها را بسیج بسازه و هماهنگ بسازه که یک جا بتانن بهتر خدمات صورت. خیلی تشکر نبی جان، خیلی ممنون. و در آخر یک پیام و یک کلام آخرتان اگر ما بتانن ایز باشه یک بسازه خیلی خوب میشه. تشکر از اینکه وقت بر ما دادین. چند چیز را میخواییم بگوییم که اگر وقتتان باشه، اولی که هیچ وقت نابینا را راهنمایی میکنین، از اسایش نگیرین، اختیار به بازویتان به اختیار نابینا قرار بدین، با این شکل که با این شکل بگیرن نابینا. تا هیچ وقت از بند دستش نگیرین یا از دستش نگیرین. کسایی را که میگیرن او مجرم باشه از اینجا میگیرن، ما کم نی. یا که دستش عصا باشه از اسایش کش نکنین به خاطر راهنماییش، یا از کالایش با این شکل نگیرین. هیچ وقت با این شکل همکاری نشه. هیچ وقت روشندل نگوین. روشندل به خاطر یک بس روشنی و چشما چی هستن، گرچه دل باید روشن باشه، ولیکن تاریکی چشمایشان و یادشان میه. هیچ وقت کور صدا نکنین. یا که اگر میخواین که کمک های اقتصادی چی کنین، اول نیازمندیش پرسان کنین. دفعتا اگر یک دایره کشیده بتین، خودتان میفهمین که همگی گدایا هم نابینا نیست و همگی نابینایان هم گدا نیستن. از این خاطر نابینایان بعضی هایشان باز خود گدا احساس میکنن و کمک های شما را هم رد میکنن، هم ذهنشان تخریش میشه. و سایر مواردی هست که انشاءالله ما بر چی شما قرار میتونم که به متنش قرار میتونم. باز این 12 ماده است که او را باز یکی از دوستا، یکی از گوینده های محترم باز چیشان بخوانن و خاطری که وقت تلف نشه. بله بله. پیام همی است که از هم تمام مردم خود میخواییم بر نابینایان همیشه همکار باشن، حقوق حقشان بشناسن. بر نابینایان درست کمک کردن این حقشان است، ترحم نکنن. این ترحم کردن برشان گویا یک محتاجیت برشان نشان میده. و از مقامات دولتی میخواهیم که بیشتر توجه داشته باشند به نابینایان. واقعا یک نابینایان یک مکتب تعلیمات خاص نیاز داره، باید دهی متوجه باشند. توجه بیشتر، توجه بیشتر رو بکنن دولت اگر میبینن یا میشنون. چون نابینایان همگیشان در مکاتب سرگردان هستن. حتی بعضی وقتا ما متوجه میشیم که از تاک نابینا ساعت 7 بجه تاک دارم سنفایشان برسه، خیلی دیر میشه، تا نیم ساعت میگذره. خود تمام میگه. خیلی تشکر نبی جان، خیلی ممنون واسم از اینکه امروز مهمان آمدید. تشکر. و خوشحال هستیم که بعضن البته همکاری شما را داریم در بخش های متفاوت برنامه. واسم موفق باشین، زنده باشین. تشکر از رسانه شما، از شما و از دستاندرکاران شما، از مسئولین محترم تلویزیون. تشکر. خیلی سپاس.